15 نهاد فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر با ارسال ای سرگشاده به وزیر امور خارجه آمریکا رسیدگی به وضعیت غمانگیز حقوق بشر در بحرین را خواستار شدند در این نامه آمده پس از به قدرت رسیدن دولت ترام در آمریکا شاهد سرکوب دولتی بی سابقه ای در بحرین بودیم که تا به امروز هم ادامه دارد و هنوز برخی رهبران مخالفان در تبعید یا زندان هستند در این نامه ضمن درخواست از دولت آمریکا برای اعمال محدودیت در زمینه فروش سلاح به بحرین بر ضرورت عمل رئیس جمهور جدید این کشور به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر احیای حقوق بشر به عنوان مزیت عمده دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در بحرین و خلیج فارس تاکید شده است نهادهای حقوقی در این نامه همچنین از مقامات آمریکایی خواستند تا ضمن دیدار با زندانیان سیاسی بحرین آزادی همه زندانیانی که به بهانه استفاده از حق خود در زمینه آزادی بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز در بند زندانهای حکومت بحرین هستند را به صورت علنی خواستار کنند همچنین تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری با اشاره به سرکوب ها و بازداشت های انجام شده در دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار اقدامات دیپلماتیک در این باره شدند به گفته فعالان حقوق بشر حال باید دید که رئیس جمهور کشوری که خود را یکی از آزادترین کشورهای دنیا دانسته و سنگ مسائل حقوق بشری را به سینه میزند با مسائل مربوط به آزادی بیان و حقوق بشر در کشورهای حوزه خلیج فارس چه برخوردی خواهد نمود؟ کشورهایی که حتی اعتراض به وضع معیشتی و اقتصادی یا مسائل اجتماعی با تمام قدرت سرکوب می شود.